یکی از مباحث مهم در بازپرسی اون ادله است. چه ادله ای رو بازپرس با دنبالش بره؟ یه سرفصلی رو قانونگذار گذاشته برای احضار شهود. تغییراتی که در اینجا داده شده جالبه. میگه که در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشه جلب میشه. اگر عذر موجهی داشته باشه و بازپرس عذرش پذیرفت مجدداً احضار میشه، اگر نشد جلبش میکنن. باز تکنولوژی جدید در بخش احضار شهود هم اومده. در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید. ما عملا یک واژه دادرسی الکترونیکی را مجددا در توی این قانون داریم. یعنی میخوایم خودمون رو همسو با تکنولوژی بکنیم. دادرسی الکترونیکی دیگه مطلب خاصی در موضوع تحقیق از شهود نداریم. همین که در سابق بوده، فقط در اینجا که نوبت اول اگر عضو موجهی داشته باشه جلب نمیشه و مجدداً جلب میشه اگر نیومد، و دادرسی الکترونیکی. و مهمتر از همه بحث مسئله شاهد در گذشته این بود که شاهد میترسه بیاد شهادت بده، خصوصا در پرونده‌های کیفری که شاهد میتونه فصل الخطاب باشه. عمدتاً شهود وحشت داشتن، هم الان هم میترسن. یا آقا سری که به قول خودمون درد نمیکنه دستمال نمیبندن. چه تضمینی من شاهد دارم که میام شهاداتی رو میدم و بعدش کسی متعرضم نشه؟ یکی از نوآوری‌های این قانون در مورد رفع تعرض یا بیم خطر جانی شاهد تو قانون جدیده. ماده 214 میگه هرگاه بیمه خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی، بیمه خطر جانی حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده ی آنان وجود داشته باشد اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده تدابیر زیر را اتخاذ میکند. عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم. خب از یه شاهدن میگه آقا من بیام جلوی این آقا صحبت بکنم شهادت بدم برای من درد سره، و خب اینا اجازه داده قانونگذار که بدون حضور متهم و شاکی ازش اخذ شهادت بشه. و دومیش عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت. میتونن فردی بیاد شاهدی که ما اسمش نگیم، بازپرس میگه من میدونم، من شهادت رو اخذ کردم، نه اسمش میگه نه محل سکونتش نه جاش. و بعدش استماع اظهارات شاهد یا مطلع خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور. این مهمترین مشخصه این قانون جدیده. بازپرس با احراز هویت شاهد حتی به دادسرا هم نیاد، میتونه از راه دور استماع شهادت شروع کنه. این خیلی راه پیشرفته. ما داشتیم پرونده های عدیده ای که شاهد واقع از بیم ترس داره، اصلا جرأت نداره بیاد دادسرا، بیاد اداره آگاهی، بیاد جای دیگه. اینجاست که قانونگذار یه راه حل خوب و منطقی رو پیش گرفته و گفته که میتونیم اطلاعاتش رو توسط به اصطلاح وسایل ارتباطی، تلفن، ایمیل، امثال اینا بگیریم و از طرف هزینه عیاب و ذهاب هم اگر شاهد خواست میشه قانونگذار در نظر گرفته. هزینه های مربوطه از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشه اگر شاهد رو بازپرس بخواد و اگرم خب طرفین معرفی کرده باشن جای خودش داره. فصل بعدی مسئله قرارهای تأمین و نظارت قضایی است. یکی از معضلات قانون فعلی
مسئله قرارهایی که صادر میشه، قرارهایی که متناسب بعضن با اتهام وارده نیست، قرارهایی که بعضن متناسب با موضوع اتهامی نیست و عملاً گاهی وقتها قضات تخطی میکنن، گاهی وقتها سختگیری هایی میشه. عدم تناسب قرار یکی از مواردی است که نسبت به قضات مطرح است. حالا ماده 217 که جانشین ماده 114 قانون فعلی شده، به منظور دسترسی به متهم به حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر میکند. این جالبه، صدر این ماده دست آقای بازپرس رو باز گذاشته که مجبور و مکلف نباشه در جلسه اول فوری قرار صادر کنه. میگه بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یعنی تحقیق لازم این فرصت رو به آقای بازپرس میده که مثلا جلسه اول هم نباشه، جلسات بعدی باشه. قرارها هم تا هم اکنون مثل همون سابق است و التزام به حضور با قول شرفه، التزام به حضور با تعیین وجه التزامه، التزام به عدم خروج از حوزه قضاییه، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزامه. و چیز جالبی که آوردن، یک التزام جدیدی که در قانون سابق نبود، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه در مرجع قضایی یا التزامی با تعیین وجه التزام. برمیگرده آقای بازپرس میگه که قرار تو اینه هر هفته روزای دوشنبه، یک شنبه، هر روز هفته یا بیای بازپرسی خودت معرفی کنی یا بری به نیروی انتظامی، یعنی مشخص باشه که ایشون از حوزه قضایی خارج نشده است. و موارد دیگه هم که داریم تا جدیدیش همین مطلب بود و بازم تکنولوژی جدید رو وارد کردن. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. یعنی طرف لابد باید بگیم که ایمیلش باز باشه، لابد باید بگیم اینترنتش باز باشه، مشخص باشه، یعنی مشخصا خواسته از تکنولوژی جدید هم استفاده کنه ولی دسترسی رو به متهم داشته باشه. اینا درد ما نیست. آنچه که مهمه موضوع اخذ وثیقه و بازداشت موقت. اخذ وثیقه هم گفته یا ضمانتنامه بانکی باشه، مال منقول یا غیر منقول. تا بال ما در مورد مال منقول در مورد وثیقه صحبت نشد. امروز ماشین 1 میلیاردی داریم، ماشین های عادی 100 میلیون 200 میلیون قیمتشونه، طرف حتما نباید وثیقهش وثیقه من. این جالبه، اینم یه پیشرفته رو به جلوه. میگه که اخذ وثیقه اهم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول. یه ماشین 1 میلیاردی هم داریم، ماشین 200 میلیون، ماشین معمولی، بالا ماشین غیر عادیه خارجی زیر 100 تومن نیستن دیگه، یا قرار 100 میلیونی صادر شده، 50 میلیونی صادر شده، طرف ماشین داره. یکی از پیشرفتایی که تو این قانون داریم. یک وجه التزام رم براش یه سقفی در نظر گرفت، اینم خیلی خوبه به نظر من، پیشرفتیه. میگه به سلام مبلغ وجه التزام در مواردی که دیه هسته یا خسارتایی که طرف ضرر زده، مثل تخریبی صورت گرفته، مثل تصادف رانندگی، میگه که باید به میزان خسارت، از میزان خسارت کمتر نباشه. این جالبه، یعنی کف و سقفی رو براش در این حدود تعیین کرده. و موارد دیگه خیلی زیاد مطلبی نداریم، تفاوتی با قانون سابق نداره، بر کیفیت شرایط موضوع رو
در نظر گرفته و چگونه وثیقه رو بذارن و اجل کفاله رو کی بپردازن، دیه رو چی کار بکنن در مورد کفالت، و اگر کفیل یا وثیقه گذار فوت کرد چی کار کنن، آیا میشه دستور اخذ و اجل کفاله رو داد. مواردی است که به نسبه روبه جلوه، به نسبه روبه جلوه. یه اختلافی که ما تا به حال داشتیم مسئله حضور متهم، خودش معرفی میکرد به دادسرا اما از قراره رفع اثر نمیشد، هنوز کفیل و وثیقه گذار گرفتار بودن، حتی طرف رفته زندان بازم کفیل و وثیقه گذار هنوز درگیرن. ماده 236 یک حرکت بسیار مناسبی رو به وجود آورده. در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود، یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حد اکثر تا یک چهارم از وجه قرار صادره را میدهد. الان نه، الان کلش رو باید بدن. الان اومده یک جریمه تعیین گرفته حد اکثر تا یک چهارم، میتونه از 1% باشه تا 1/4 قصه. این خیلی پیشرفته. ما الان اگر برای چیزی وثیقه صادر میشه و طرف ظرف اون 20 روزی که قانونگذار تعیین کرده اون 20 روز نیاد، 22 روز بعدش بیاد، میگن اون تخلف صورت گرفته، باید اون وثیقه رو تماما به اصطلاح اخذ کنیم، طرف هم زندانشو بره، رافع مسئولیت نیست. اینجا اومده میگه حد اکثر تا 1/4. این یکی از موارد خوبی است که در قانون جدید گذاشتن. و اما ماده 237 که جانشین ماده های فعلی قرار بازداشت موقت شده، بهتره که عیناً بخونم دوتا ماده رو در مورد بازداشت موقت که چه راه خوبی رو در نظر گرفته، محدوده بازداشت موقت رو مشخص کرده. میگه صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، یعنی اول قیدش اینه که جایز نیستش، مگر در موارد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه تام به متهم دلالت کنند. یک، الف، جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه 5 و بالاتره. باز تا به حال همیشه در جرائم امنیتی الزامی بود، اینجا باز محدودیت آورده، یعنی یک از 1/5 به بالا رو در نظر گرفته، درجه 5 و بالا رو در نظر گرفته. ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سخت. اینم قید مطلب رو با چاقو، ما در گذشتم داشتیم در دوره مرحوم دکتر مصدق اولین بار یک قانون گذشت، قانون حمل چاقو، یعنی قانون خود حمل چاقو یه بازداشت موقت 6 ماهه داشت. این مجدداً برگشت، اما زمانش حالا به اون 6 ماه قبلی نیست. و کسی که ایجاد مزاحمت و اذیت کنه، قدرت نمایی و تظاهر بکنه، اون با چاقو باشه یا هر نوع اسلحه دیگه، حالا اسلحه غیر از چاقو، اینجا بازداشت موقت رو در نظر گرفته. در مورد مجازات قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس هم در مواردی بازداشت موقت رو الزامی کرده. اینجا اومده در بند 3 ماده 237 آورده سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد، یعنی جرائم تعزیری درجه 4 به بالا و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از اینا باشه. این یک قدم جلوه.
الان ما یک تضادی در بند سه با قانون تشدید میبینیم. در قانون تشدید میگه اگر میزان رشوه بیش از 50,000 تومان باشه یک ماه بازداشت موقت الزامیه. الان بین اون بین این قانون و قانون سابق اختلاف پیش آمده، هرچند از نظر حقوقی میگن قوانین اختصاصی، یعنی اون قانون مجازات قانون تشدید قانون خاصه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصه، اون ارجحیت داره اون یک ماه، ولی در اینجا غیر پرسنل دولت رو آورده آزاد گذاشته، اون یک ماه الزامی رو برداشته. اگر یک نوبت سابقه محکومیت قطعیت یافته این اتهامات داشته باشه، خب بازداشت موقت رو الزامی دونسته. او جالبه، تبصره ماده 237 راه حل رو درست کرده، میگه موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص هم قانون تشدیده، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون ملغاست. جالبه اون اختلاف اشکالی که من در صحبت‌های قبلیم گفتم، این تبصره اون رو حل کرده، یعنی مجوز داده است، میگوید که یعنی قانون تشدید در مورد بازداشت موقت رو ملغا کرده. بسیار این پیشرفته به نظر من، چون هر کارمند دولتی که مورد اتهام قرار می گرفت یک ماه بازداشت موقتش الزامی بود دیگه، حیثیتش می رفت. حالا طرف اتهام هنوز اتهامی ثابت نشده، در قانون تشدید میگه یک ماه حتما باید بازداشت باشه، ولی در اینجا میگه نه، سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجهول، در صورتی که یه سابقه محکومیت قطعی کیفری داشته باشن میشه، ولا مشمول بازداشت موقت نمیشه. حالا بازداشت موقت ها رو یه قید دیگه هم آورده، این هم باز جالبه، در ماده 238 میگه در این موارد بازداشت موقت رو زمانی بازداشت موقت صادر میکنیم، چون صدر ماده 237 گفته جایز نیست، گفته بازداشت موقت جایز نیست، این خودش خیلی پیشرفته، گفته اصلا ما بازداشت موقت نباید بکنیم. حالا میگه حالا بازداشت موقت با داشتن این شرایط الزامی است، آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهم دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. خب این البته خیلی تفسیر پذیر، متاسفانه اون خوبی صدر ماده رو میگیره، همه این بازپرس میاد ادعا میکنه بله میگه ایشون آثار جرم از بین میبره، با دیگران تبانی میکنه، همین چیزی که الان میگن، یعنی خوبی که در بالا آوردیم اینجا داره متاسفانه محدودش میکنه. بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از اون جلویی گرفت، اینم باز مطلبی است تفسیر پذیر. آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. باز این هم عرض کردم مواردی است که متاسفانه قانونگذار مجوز سوء استفاده از قانون رو داده و قرار بازداشت موقت گفته فوری باید به دادستان فرستاده بشه، دادستان باید ظرف 24 ساعت به طور کتبی به بازپرس اعلام بکنه که موافقه یا مخالفه. اگر دادستان موافق بود بسم الله بحثی نداره، اگر دادستان با بازداشت موقتی که آقای بازپرس صادر کرده موافق نبود چه باید کرد؟ میگه حل اختلاف باید کرد، حل اختلاف هم با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد بازداشته. یکی از اشکالات اساسی که ما در این مورد داشتیم، طرف میگفتیم خب آقا اعتراض اگر بکنی یک میری زندان، دو مشخص نیست کی بهش رسیدگی بکنن. این قانون یک سقف در نظر گرفته، میگه حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حد اکثر از 10 روز تجاوز نمی کند بازداشت میشه.
در قانون فعلی سقفی نذاشتیم که اگر فردی بازداشت شد اعتراض به قرار بازداشت موقتش کرد و حل اختلاف رفت تو دادگاه، اون دادگاه چه مدت باید اظهار نظر کنه؟ فوریش کیه؟ اینجا گفته حد اکثر، یعنی از 10 روز نباید به اصطلاح در بازداشت ما در اون دادگاه حل اختلاف بیش از 10 روز نمیتونه پرونده رو نگه داره. بله. و مهمتر از همه رفع بازداشت موقت. هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف به این قانون تا 2 ماه و در سایر جرایم تا 1 ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار است. یعنی میگه اگر تا در جرائمی که بازداشت موقت بوده 2 ماه، غیر جرائمی که بازم منجر شده گفته به علت صدور قرار تامین، یعنی اون وثیقه امثال اینا، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور قرار ابقا و مراتب متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همون دادگاه قبلی اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز موافقت دادستان انجام می شود. جالبه، میگه متهم می تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه سالی اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار توسط اون دادگاه بدون نیاز موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد. یعنی اگر دادگاه فک کرد نیازی نیست دادستان موافق باشه، ولی اگر دادگاه ابقا کرد، یعنی با در بازداشت موقت بمونه، اینجا نظر دادستان میخواد. ممکن دادستان موافق نباشه که خب، و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد. متهم خواهرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده حسب مورد هر 2 ماه یا 1 ماه اعمال میشه. یعنی طرف بازداشت موقته، اگر در مورد بخش اول باشه هر 2 ماه 1 بار دوباره، اگر در مورد بخش دومش باشه هر ماه 1 بار باید مجددن بیاد این قرار تمدید بشه. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کنه. یعنی اگر مثلا 6 ماه تا 2 سال حبس، موضوع اتهام 6 ماه تا 2 سال حبس رو داشته باشه، حتما باید در نظر بگیریم که مدت بازداشت موقت از 6 ماه بیشتر نباشه، چون قانون گذار گفته 6 ماه تا 2 سال. ممکن این طرف متهم هم بشه، اتهامش پذیرفته بشه، بیا در دادگاه اثبات هم بشه، ولی خب 6 ماه میخوایم حبس بهش بدیم، این اگه 8 ماه بازداشت موقت باشه ظلم است. یعنی کف حداقل مجازاته. و جالبه، یک نوگرایی که در این ماده اومده، و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، یعنی قصاص و اعدام و این حرفا، مدت بازداشت موقت از 2 سال و در سایر جرائم از 1 سال تجاوز نمی کند. این حالا باید در عمل ببینیم چه اتفاقی می افته. خیلی حرکت خوبیه، یعنی اومده زمان رسیدگی به پرونده های موجب سلب حیات میشن رو بازداشت موقت، چون 2 سال گذشت، اگر پرونده بیشتر زمان رسیدگی داشته باشه دیگه نمیشه بازداشت موقت براش در نظر گرفت. در اینجا باید تبدیل به یک وثیقه بشه. خیلی مسئله جالبیه، قطعا این در آینده مورد تفسیرهای متفاوت به اختلاف وجود خواهد آورد. میگه و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، اعدام دیگه، قصاص اعدام، مدت بازداشت موقت از 2 سال
و در سایر موارد از یک سال بیشتر نباید باشه. جالبه، یعنی بازداشت موقت تبدیل به وثیقه باید بشه. این مهمه، یعنی یک حرکت رو به جلوه. انشاءالله که وقتی که این قانون لازم الاجرا شد بشه از این تأثیر این مطلب استفاده کنیم. یعنی میگه در قتل هم بازداشت موقت بیش از 2 سال نباید باشه، در سایر جرائم 1 سال. یعنی تبدیل میشن بازداشت موقت ها به قرار وثیقه. البته دست بازپرس هم باز گذاشته در کنار بازداشت موقت، در کنار نه بازداشت موقت، قرارهایی که التزام وثیقه صادر میکنه، یک قرارهایی رو صادر کنه متناسب با جرم، دستوراتی رو صادر کنه، محرومیت‌هایی رو به وجود بیاره. مثلا بگه تو باید هر هفته خودتو بیای دادگاه معرفی کنی. خب این یک محدودیت برای طرف، جرمی رو انجام داده، قرارش صادر شده، علاوه بر قرار سند اومده گذاشته میگن که تو باید هفتگی ماهیانه بیاد خودت اینجا معرفی کنی. یا بیان میگن آقا شما من رانندگی داری، یعنی لیسانس درایوین لیسانس بسا گواهینامه رانندگیشو چیز کنن، ازش بگیرن، دیگر نمیتونی رانندگی بکنی. من اشتغال به فعالیت‌های مرتکب با جرم ارتکابی، توی دفتری رو طرف توی یک دفتری کلاهبرداری کرده به وسیله مثلا خرید فروش نمیدونم کارهایی که انجام داده و متقلبان عذاب در اونده، میگن تو دیگه منبع نمیتونی در این رشته، چون در این رشته تخلف کردی و جرمی رو انجام دادی، الان ما داریم بهش طرف اتهامی داریم بهش رسیدگی میکنیم، تو حق نداری این فعالیت رو ادامه بدی. جالبه، ممنوعیت از نگهداری سلاح‌های دارای مجوز، کسی سلاح دارن میگه نه، چون شاید آدم نارامی باشه، مثلا مسئله یک نزاع دست جمعی باشه، منجر به قطع عضو شده باشه یا حملاتی از این دست کرده باشه و تو خونش این سلاح داره، سلاح دارای مجوز، مشخص این آدم نارام از این سلاح استفاده خواهد کرد، احتمالا میاد بازپرس میتونه مانع این مطلب بشه که یا مجوز حمل سلاحت ازت میگیریم، ممنوعیت خروج از کشور که اینم یکی از قبل بوده تا هم اکنون هم هست. همه قرارها رو هم قانونگذار گفته 10 روز از تاریخشون صادر بشن قابل اعتراضم، در گذشتم این بوده. و اما در مورد بازداشت موقت ما یک گرفتاری، در مورد من مثلا ممنوعیت خروج، ممنوعیت خروج از کشور یه نامه فرستاده میشد سالها میموند، اخیراً آمدن با بخشنامه و مواردی از این دست خواستن تعدیل کنن، هر 6 ماه یک بار یک نوگرایی های صورت بگیره، ولی هیچ موقع نتونستیم یک قانون ثابت یا رویه ثابت داشته باشیم. ماده 248 مسئله رو حل کرده، میگه مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور 6 ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوطه نمیتوانند مانع از خروج بشن. خیلی مهمه، طرف اومده ممنوع الخروجش کردیم، میگیم ممنوع الخروج قابل تمدیده، یعنی دادگاه مجدد اون مقام قضایی دستور دهنده رسیدگی میکنه، میگه که خب حضورتون عرض کنم باز چیز ممنوعیت خروج باشه، ممنوع الخروج باشه، این ممنوع الخروجی 6 ماه اعتبار داره. اگر رأس 6 ماه مجدداً اون مقام قضایی بررسی کرد ادله و دلائل و موجبات ممنوعیت خروج رو مجدداً دید، باقیان تمدید میکنه. اگر تمدید نکرد خود به خود بعد از 6 ماه منتفی است. به بیان دیگر راحت تر صحبت بکنیم، به بیان دیگر
به اصطلاح اعتبار ممنوع الخروجی 6 ماه حداکثر، مگر این که مقام قضایی مجدداً ممنوعیت خروج رو تمدید کنه. و تأسیس مناسبی که در این ماده آورده شده میگه اگر 6 ماه گذشت نیازی نیست که مجدداً مقام قضایی بگه آقا هست، مگر این که تمدید کنه. و مسئولین انتظامی توی به اصطلاح مرزها تو اداره گذرنامه نمیتونن بگن آقا برو نامه از مقام قضایی بیار ببینم تو ممنوع الخروج دیگه نیستی یا هستی یا نیستی. میگه مدت اعتبار قرار من خروج از کشور 6 ماه و قابل تمدید است، در صورتی که مدت مندرج در دستور من خروج منقضی شد، یعنی اون 6 ماه یا 1 ماه هر چقدر، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوطه نمیتونه مانع از خروج بشن. یه نفر ممنوع الخروج میره تو فرودگاه میگه آقا ممنوع الخروج، میگه کی؟ میگه تاریخ 10 فروردین، میگه الان کیه؟ میگه مهر ماه یا 12 مهر. شما نمیتونید جلوی منو بگیرید. این مقام قضایی دستوری مبنی بر این که هست یا نیست نداره، میگه دیگه گرفتاری در مقام قضایی است. بنده برابر ماده 248 با گذشت 6 ماه از دستور ممنوع خروج هم دیگه ممنوع خروج نیستن. و این از موارد مهمه. اما گرفتاری که ما داشتیم، قضات میان ممنوع خروج به اصطلاح قرارای نامتناسب صادر میکنن و هیچ کس پاسخگو نیست. طرف اتهام کوچیکی داره، یک قرار سنگین وثیقه 10 میلیاردی 11 میلیاردی صادر میکنن. نمونهش دیدیم دیگه، مال یک از این متهمین مهدی هاشمی قرار 11 میلیارد تومان صادر کردن، حالا بدون این که بیان بینم تفهیم اتهام چی میخواد بشه. و هیچ محدودیتی برای اون مقام قضایی صادر کننده قرار نبود یا نظارتی برش نبود. ماده 250 و تبصره ذیل اون آمده و وضع رو کمی تعدیل کرده. میگه قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشه. نمیشه یه استاد دانشگاهی رو بیاریم اتهام ساده‌ای داره، بیاریم بگیم آقا 10 میلیارد تومان یا وسیله اسپور. موقعیتش، سنش، مواردش، اینا همه رو در نظر گرفت یک قرار متناسبی صادر کنیم. تا به حالم این بود، میگه باید ماده 114 فکر کنم با قانون فعلی است، میگه باید قرار متناسب باشه، یا 124 میگه قرار باید متناسب باشه. اما مجازاتی برای چیز در نظر نگرفته بودیم، مقام قضایی صادر کننده یه قرار نامناسب. اینجا در تبصرهش گذاشته میگه اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 و بالاست. یعنی اگر شکایت از قاضی رسیدگی کننده، قاضی صادر کننده یه قرار نامتناسب رو ما داشته باشیم و حضورتون عرض کنم بهش قرار نامناسبی صادر بکنه، شکایت علیهش بشه و اگر احراز شد که این قرار نامتناسبه، تأمین نامتناسب گرفته، موجب محکومیت انتظامی میشه. این مواردی است که خیلی قانون جدید رو به جلوه. و یه ماده 251 هم خوبه، از موارد قابل تأمل این قانون. میگه هرگاه متهم سیک طرف اتهام هنوز خود که قطعی برش صادر شد یا محکومون علیه کسی که خود صادر شده در مواعد مقرر حاضر شود، یعنی میگه آقا ظرف 3 روز خودت معرفی کن بیاد، ظرف 10 روز خودت معرفی کن بیاد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود رو ثابت کنه، یا اگه گفتن 3 روز بیاد
ده روز بعدش اومده میگه پدرم فوت کرده، مادرم فوت کرده، یا زلزله اومده، راه بسته بوده، یه عذر موجهی که مریض بودن، بستری بیمارستان بودن و باز اون مقام قضایی بپذیره، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری یا اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختوم شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت لغو میشه. این قرار تامین و نظارت یعنی همین قرارهایی که شمردم، معرفی نوبه‌ای، منع رانندگی، نداشتن اسلحه، ممنوعیت فعالیت مرتکب با جرم و ممنوعیت خروج. اگر طرف اومد شروع مجازاتش شد، اون سیستماتیک اینا خودشون برداشته میشه. این قرارهای نظارتی باید حذف بشه. تا به حال ما داشتیم طرف می اومد قرارهای نظارتی صادر می شد، مثلا ممنوعیت خروج، ولی این باز به قوت خودش باقی موند، باید میرفت سیل ریزی کنه. میگه نه، اینجا میگه به محض اینکه اومد حاضر شد ممنوعیت خروجش حذف میشه. یک مطلبی هم هست شاید بشود کمکی باشه به افرادی که من غیر حق بازداشت میشن، خسارتشون باید بپردازیم. میگه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشن و سوی مراجع قضایی حکم براءت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر میشود، طرف میگیرن. تو میخونیم یا آقای بعد از 21 سال تبرئه شد. 21 سال یا آقای رو به زمان داشتن توی که از این شرکت ها بوده، خرید فروش منازل، من چه کار زمین این حرف ها، بعد از 21 سال تبرئه شد. یا یه طرف میگیرم بازداشت من بعد از 2 سال تبرئه میشه. فقط در 2 مورد، تبرئه یا منع تعقیب. تبرئه بیاد رسیدی بکنم آقا اصلا از اول جرمی رو نداشته، براءته. یا این که دادسرا رسیدگی بکنه منع تعقیب بده، اون براءت مال دادگاهه، منع تعقیب مال دادسراست. میگه این فرد میتونه خسارتش از دولت بگیره، این خیلی مهمه. طرف اون 6 ماه، 1 سال، 2 سال توی زندان مونده، بعدش میاد تبرئه میشه، همه زندگیش از دستش رفته. حالا چه خسارتهایی میتونه بگیره؟ میگه برابر ماده 14. ماده 14 میگه شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنفی و منافع ممکن حصول ناشی از جرم را مطالبه کند. همینطور که شاکی میتونه بیاد بگه آقا اگر این سند من جعل نکرده بودید، من این خونم رو پروانش گرفته بودم، داشتم میساختم، شما اون جلو من گرفتی با جعل سندت. حالا میشه خسارت عنوان خسارت ممکن الحصول، یعنی من جار بنا می ساختم پروانم رو تبدیل می کردم، یا خسارت معنوی حیثیتم وردی، اینو گفته میشه بگیریم. پس اون فردی هم که زندانش کردیم و بعد از مدتی حکم براءتش صادر شده یا منع تعقیبش صادر شده، اون فرد هم میتونه خسارتشو بگیره. این خیلی خوبه، حداقل کمی از آلام افراد. شما اگه برخورد با زندانی ها داشته باشید، اون موقع متوجه میشید فردی که بره بعد از 2 سال تبرئه بشه، سند نداشته، 6 ماه، 1 سال توی دادسرا مونده، قرار صادر شده، حتی کفالت نداره کسی رو، 1 سال 6 ماه میمونه بعدش تبرئه میشه، همینطوری بره، کارش از دست داده، خانوادش از هم پاشیده، حیثیت اجتماعیش رفته، این خودش کمی کمک میشه. و مواردی هم که داشته خیلی، و موارد هم گفته این فرد بعد از اونی که بیگناهیش صادر شد، ظرف 6 ماه باید دادخواست بده، درخواست هم نگفته. ماده 250 خیلی جالبه، میگه شخص بازداشت شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود درخواست جبران خسارت را
به کمیسیون استانی متشکل از صرف از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کنه. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر میکنه. در صورت رد درخواست این شخص میتواند ظرف 24 از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ماده 258 یعنی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان اون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه. پس اول یک کمیسیون شهرستانی بود، بعدش میاد یک کمیسیون اعتراض و جدادستان رئیس محترم دیوان عالی کشور یا یکی از معاونش و دو نفر از قضات دیوان رسیدگی میکنن و جبران خسارت این بر عهده دولت است و در صورتی بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند مسئول اصلی رو جوید. به هر حال دولت باید خسارت رو بده. خب خوشبختانه ما به یکی از گرفتاری هایی که مردم بعد از منع تعقیب یا براءتشون معضلاتی که تو زندگیشون پیش می اومد برابر این ماده خاتمه دادیم. این یکی از اگر این قانون هیچی نداشته باشه همینو داشته باشه خیلی خوبه. شما آمار منع تعقیب یا آمار براءتی ها بسیار بالاست. شما همین روزنامه می خونید طرف به اصطلاح براحت حاصل میکنه، در همه دنیا هست. من حالا اونایی که خیلی سختگیری دارن، اخیراً یه حکمی در دادگاه امریکا صادر شده بود 26 سال قبل دو تا برادر سیاه‌پوست دوقلو 21 سال یا 26 سال قبل متهم میشن به قتل یه بچه یه فردی، میگیرن اینا رو 26 سال یا 21 سال اینا توی کشاغوس رسون. اخیراً یکی از وکلا درخواست میکنه آزمایش دی ان ای بگیرید، آقا اون خونی که در صحنه مونده یا اون مطلبی که مونده میگین مال این قاتلاست، بعضی مواقع متوجه اصلا مال اینا نیست. من خودم پرونده ای داشتم، یه نفر من وکیل پرونده بودم، دفاعیات ما رو قاضی گوش نداد که نداد که نداد، تازه دادگاه کیفری با یک قاضی تشکیل شد، کیفری یک کار آقای قاضی نشست مال سال 62-63 برگشت من گفته شما طوری داری صحبت میکنی من با این جنازه چی کار کنم؟ گفتم خب به من چه، به من و شما ربطی نداره. گفت یعنی شما میخوای بگی این قاتل نیست پس این کی کشته؟ گفتم خب من میخوام بگم این نکشته. کی کشته رو شما باید بگی، این نکشته رو من دارم میگم. نشد، حکم تایید شد، رفت دیوان عالی کشور تایید شد، آمد اجراش اشکالاتی از نظر اصولی پیدا کرد، از شکلی پیدا کرد، پرونده رو برگردوند. در همین موقع یک نفر اومد اعتراف کرد که من عذاب وجدان دارم، اعدام فلان کسک صادر شده، من کشتم. یعنی اگر از نظر شکلی اداره فنی دادگستری ایراد به شکل پرونده نگرفته بود، ایراد به شکل پرونده نگرفته بود، موزل اینجا بود که این طرف اعدام کردن. اون فردی که قتل انجام داده بود یا تو پرونده خفاش شب یه نفر دو نفر برای یکی از این قتلا زندان بودن آمدن و حضورتون عرض کنم وقتی خفاش شب دستگیر شد اون گفت من اینا رو کشتم. حالا شما حسابشو بکنید در حد قتل و باعث میشه که جبران خسارت اینجا خود. اما اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات، ما تا فصل دهم یعنی ماده 280 حدود اختیارات دادستان کل کشور پیش میریم. حالا ببینیم بازپرس اومد رسیدگی کرد، پرونده مطرح شد، تحقیقات شروع شد، شهود آوردن، قرار صادر شد. حالا چی کار باید بکنه؟ میگه اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات. ختم تحقیقات یعنی دیگه من رسیدگی تموم شده، خاتمه میدم به تحقیقاتم. بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای براءت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفعه بیان کند.
هرگو متهم یا وکیل وی در آخرین دفعه مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا براءت موثر باشد، بازپرس مکلف فرستیدگی است. تا به حال اشکال اینجا بود که وقتی میگفت داد دیگه نمیپذیرفت، میگفت من دارم آخرین دفعه رو میگیرم، دیگه شما حرف جدیدی نمیتونید، من دارم آخرین دفعه رو میگم. در اینجا یک قدم به جلوه، میگه حتی اگر تموم شد و آقای بازپرس داره میگه که تو متهم، میگن داره آخرین دفعه رو بگو، بازم مکلف کرده بازپرس رو بشنیدن. تا الان میگن نه دیگه ختم رسیدگی تموم شد، شما حق نداری مدرک یا اظهار جدیدی بکنی، این اجازه داده شده. یه مطلب هم داره میگه اگر یکی قرار صادر شد، وثیقه‌ای وجه التزامی صادر شد و دعوت کردن برای اخذ آخرین دفاع، متهم نیومد، قانونگذار الان این راه باز کرده، میگه در صورت متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور نیابند، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم شود. یعنی دیگه نیازی به اخذ آخرین دفاع نیست. بازپرس اگر به اصطلاح تحقیقاتش به این نتیجه برسید که طرف متهمه، متهم مجرمه، باید قرار مجرمیت صادر کنه، عدم حضورش مانع نمیشه، پس قرار صادر میکنه، یا اگر قرار مانع تعقیب خوب بازم صادر میکنه. یک فرجه زمانی هم برای بازپرس گذاشته، قبلا اینو نداشتیم، گفته ظرف 5 روز پس از اونی که تحقیقات لازم رو انجام داد، اعلام کفایت کرد، ختم تحقیقات رو اعلام کرد، ظرف 5 روز باید اون قرار رو صادر کنه، حالا چه مانع تعقیب باشه چه قرار مجرمیت باشه. و بازم مهلت برای دادستان گذاشته، میگه اگر گفتش که مجرمه، بخواد قرار مجرمیت صادر کنه، دادستان باید ظرف 3 روز نظر خودش رو به صورت کتبی اعلام بکنه، یعنی موافقه یا مخالف. اینم این گذاشتن این مواعید باعث میشه یک مقدار از اطاله دادرسی جلوگیری بشه. قبلا میومد پرونده میرفته اتاق دادستان، مدت ها میموند، یا بازپرس اخذ آخرین دفاع رو کرده بود، پرونده متوقف میموند، آخرین دفاع رو گرفته 6 ماه پرونده مونده، ولی در اینجا گفته باید ظرف 5 روز قرار مناسب صادر کنه، یا به دادستان گفته باید ظرف 3 روز وقتی پرونده اومد تو شعبهش، توی دادگاه بعد از اظهار نظر بازپرس توی دادستانی باید اظهار نظر کنه. حالا پرونده آمد، بازپرس ختم تحقیقات اعلام کرد، اونو گفته دیگه نیازی نیستش، و اما قرار میخواد صادر کنه. پرونده میره پلو دادستان، دادستان میبینه که تحقیقات آقای بازپرس کامل نیست. ماده 266 میگه چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است. آقا مثلا از شهود سوال نکردی، کارشناس نیومد اظهار نظر بکنه، این رو باید انجام بدی. در اینجا میگه که بازپرس مکلف انجام بده، ما الان نداشتیم، قرار خط تحقیقات اعلام شده، قرار مجرمیت یا قرار مانع تعقیب صادر شده، دادستان به جای اونی که مخالفت کنه یا موافقت کنه، دادستان نقص تحقیقات داره، میگه من به نظر من از شهود تحقیق نکردیم، نظر کارشناسی گرفته نشد، معاینه محل درست صورت نگرفته، خودتون برید معاینه محل بکنید. در اینجا آنچه که مینویسه بازپرس مکلف به انجام اون. خب حالا ما مواردی داریم، بین بازپرس و دادستان اختلاف میشه، بازپرس مانع تعقیب داره یا بازپرس صدور قرار داره، دادستان مخالفه. در هر مورد که دادستان با عقیده دادستان بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیدهش اصرار کنه، دادستان بگه مانع تعقیب، بازپرس بگه مانع تعقیب، دادستان بگه نه، در اینجا میگه هر موقع که اختلاف شد پرونده برای حل اختلاف میره به دادگاه. حالا ببینید چه قرارهای بازپرس قابل اعتراض هست.
قرار من تعقیب، موقوفی تعقیب، اناته اگر شاکی تقاضا بکنه قابل اعتراضن. قرار بازداشت موقت، ابقا، تشدید تامین، متهم میتونه اعتراض کنه. قرار تامین خواسته، متهم میتونه اعتراض کنه. مهلت اعتراض هم 10 روزه. راه حل مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار قابل اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام دارد. اگر بین بازپرس و آقای دادستان در موضوع اختلاف شد، چه مرجعی مرجع رسیدگی به این اختلاف میگه؟ مرجعی صالح به رسیدگی به این اختلاف که در واقع به اصل اختلاف، به اصل اتهام میتونه رسیدگی کنه. اصولا رسیدگی به قرار اختلاف دادستان هم گفته که باید فوری باشه، الان هم فوریه دیگه، نمیشه بره تو نوبت رسیدگی. اگر بین دادستان و بازپرس الان در مورد یک قراری اهم از برای اهم از من تعقیب یا مجرمیت اختلاف شد، دادگاهی که به اصل موضوع باید رسیدگی کنه مرجع حل اختلافه و فوریت داره، تو نوبت نباید باشه. حالا اومدیم آقای بازپرس من تعقیب صادر کرد، اما دادستان اعتراض کرد. دادگاهی که به اصل موضوع، به اصل اتهام صالح به رسیدگی است، به این اختلاف بین بازپرس و دادستان رسیدگی میکنه. قرار من تعقیب نقض شد. در این صورت بازپرس مجدداً باید تحقیقات بکنه. من تعقیب کرده، من تعقیب صادر کرده، دادستان مخالفت کرده، اختلاف شده، رفته دادگاه، دادگاه نظر دادستان رو پذیرفته، گفته نخیر باید بررسی بیشتر بشه. اینجا بازپرس مکلف به تمکینه، باید بره رسیدگی کنن. نگفته حتما مکلف به اینه که از نظر دادستان تمکین کنه. دادستان اعتراض میکنه، بازپرس قرار من تعقیب صادر میکنه، دادستان اعتراض میکنه، اختلاف میشه، میره دادگاه، دادگاه نظر دادستان رو تایید میکنه، بازپرس رو مکلف میکنه به موضوع رسیدگی کنه. اما در اینجا بازپرس حتما نباید از نظر دادگاه تمکین کنه. قانونگذار به صراحه گفته تصمیم مقتضی اتخاذ میکنه، ممکنه مجددن هم تحقیقات رو ادامه بده، تحقیقات تکمیل کرد، بازم نظرش بر منع تعقیب باشه. و یک موضوع دیگه هم در قانون جدید اومده، جالبه. ما یک اصل حقوقی داریم به اسم اعتبار امر محکومون با، یعنی اگر به یک موضوعی رسیدگی شد و رفت حکم قطعی صادر شد، این اعتباری رو قانون گذار بهش داده، میگه اعتبار امر محکومون با، یعنی اعتبار امری که قبلا بهش رسیدگی کرده. من نمیتونم هر روز شما رو بکشم دادگستری. یک بار وقتی دادگستری رسیدگی کرد، حکم صادر کرد، صادر شد، بعدن اگر دوباره من خواستم علیه شما شکایت کنم، شما میگه آقا این قبلا رسیدگی شده. این میگن اعتبار امر محکوم با. اما ما در امور کیفری در دادسرا نداشتیم، هی میرفتن شکایت میکردن به انواع مختلف. اینجا قانونگذار در ماده 278 مسئله رو حل کرده، میگه هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی بشه، اعتراض نکرده، من تعقیب صادر شد، نمیتون بار دیگر متهم را با همون اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل هم قرار من تعقیب صادر شده و در دادسرا قطعی شد، نمیتون بازم بار دیگر متهم را به همون اعتبار و همون اتهام تعقیب کرد. میگرین که دلیل جدیدی باشه، دلیل جدید حالا از شهادت شهود گرفته تا اسناد،
در این صورت با نظر دادستان فقط برای یک بار قابل تعقیبه، یا شاهد پیدا شد اومده، اون اسنادی که مکتوم بوده پیدا کردیم. دلیل جدیدی باشه فقط برای یک بار میتونه، ولی اگر اون قرار رفتاش تو دادگاه قطعی شده باشه دیگه باز دادستان هم نمیتونه. یعنی اختلاف شده باشه معنی تعقیب رفته تو دادگاه قطعی شده باشه، باز اونجا اگر هر مواردی هم باشه مجددن نمیتوان طرفی رو که متهمه دوباره تحت تعقیب قرار داد. کیفرخواست هم مثل همیشه، کیفرخواست هیچ توفیری نکرده. در کیفرخواست مشخصات متهم، نام خانوادگی، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او. یه مقدار گستره رو بیشتر کردیم. در تا به حال در گذشته این نبود که بیایم حضور ترس کنم مذهب رو بیاریم. در اینجا مجدد در این کیفرخواست جدیدن آوردن، در متن در کیفرخواست های قدیم بود مذهب نبود، اینجا آورده و دلایل انتصاب اتهام مستند قانونی اتهام، خلاصه پرونده یا وضعیت روانی متهم، اینم جدیده. میگه آدم ناآرامیه، سابقه کیفری، سابقه روانی داره. و خب بعد از اونی که قرار مجرمیت صادر شد کیفرخواست صادر میشه، کیفرخواستان سابقهش گفتیم، پرونده میره به دادگاه و دادگاه تعیین میکنه چه جلسه رو رسیدگی بکنه که بعداً خواهیم گفت. اما آخرین مطلبی که توی فصل امروز خواهم گفت مسئله تحقیق مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان. بر کیفیت هنوز ما این معضل سن رو داریم، انشاءالله که این معضل حل بشه، کی طفلن و کی طفل نیستن، چون شارع دختران 9 سال پسر 14 سال از طفلی خارج میدونه. حقوق و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه رو از 18 سال به بالا میدونه. ما یک تغییراتی دادیم دیگه دختر رو، حالا این پیشرفتی که میخوام بگم در این ماده شده خیلی جالبه، باید دقت کنیم. تا به حال دختر 9 سال پسر 14 سال ما مکلف میدونستیم، اما این قانون اومده تغییراتی رو به وجود آورده، میخوام بخونمشون. میگه در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه از دادسرای عمومی انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد 15 تا 18 سال دیگه جنسیت تفکیک جنسیتی روزش مورد افراد، نه اینکه دختر 9 سال پسر، همه میگه جرائم افراد تحقیق مقدماتی جرائم افراد 15 تا 18 سال به جز جرائم موضوع مواد 306 و 340 306 حضور ترس کنم عبارت است از زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه است. یعنی این جرائم باشه دیگه دادسرا نمیاد، قانون گذار به سرای جرائم زنا و لواط و منافی عفت رو مستقیم به دادگاه یه نخواست پرده دری بشه. ماده 340 هم حضورتون عرض کنم جرائم تعزیری درجه 7 و 8 اون هم گفته به طور اونها جرائمی که منظور از این جرائم جرائمی که مستقیم در دادگاه رسیدگی میشه، ولی جرائمی که مال اطفاله و مستقیم در دادگاه رسیدگی نمیشه در دادسرای اطفال به وجود میاد، یعنی از 15 تا 18 سال. حالا ببینیم زیر 15 سال چه اتفاقی میفته. یه فردی زیر 15 ساله، پسری دختری جرمی رو انجام میده، ما الان این بچه های کار رو داریم، این چه بچه های 14 15 18 9 ساله اندازه یک مرد 50 60 ساله میدونن. من همین بچه ها رو پشت همین چراغ قرمز دیدم، اینا چراغ قرمز کاری کرده بودن، این چراغ قرمز دوباره یه بار
یعنی خواستن زمان زیادتری باشه که بتونن جنسشون بفروشن. پلیسا هاجواج مونده، بچه 8 9 ساله راهکاری پیاده کرده بودن این چراغ به جای اونی که مثلا 50 ثانیه باشه 70 ثانیه بشه که مهلت بیشتری باشه. خب این بچه‌ها رو ببینید زیر 15 سال چیکار میکنن. تحقیق مقدماتی تمام جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه ادوار، این تو دادسرا نمیره، به عمل میاد به دادگاه مذکور، کلیه وظایف را که به قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادساز انجام میدن. پس بالای 15 سال در اینجا، زیر 15 سال کلا در دادسرا، در جرائم مشهود دیگه تفاوتی گفته نداره بین طفل و یا نوجوان ندارد. پس ما یه تقسیم بندی کردیم، خوب شد تو این قانون یه طفل داریم یه نوجوان. زیر 15 سال رو بهش میگیم طفل، بالای 15 سال تا 18 سال رو بهش میگیم نوجوان. در جریان تحقیق مقدمه مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان باید پدر مادرشون باشن. اگر پدر مادر اینا نبودن، میگه بالای 18 سال باشه، میگه باید قطعا باشن. اگر پدر مادر نداشت، در جریان تحقیق مقدماتی مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا اولیاشون یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پزشکان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند میسپارد. بچه‌هایی که فاقد رها میشن میگه والدین، چون نبود به افراد. این جالب شده. خب افراد 15 تا 18 سال نیست شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه باشن. اینم پس یک نوگرایی یا نزدیک به واقعیت شدیم در موضوع حضورتون عرض کنم رسیدگی به جرائم اطفال. میگه که در جرائم اطفال رو، یعنی نوجوان، طفل و نوجوان دو تا در نظر گرفته شد. اگر قرار باشه بخوایم از طفل یا نوجوان کفیل یا وثیقه بگیریم چه کار باید بکنیم؟ میگه در صورت ضرورت اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امکان پذیر است. پس در مورد اطفال وثیقه نداریم زیر 15 سال. اینا رو چیکار میکنیم؟ میسپریم به دست والدینشون یا سرپرست قانونشون. این یک قدم که 100 قدم به جلوه. یعنی یک فردی که زیر 15 ساله جرمی رو انجام داده باشه، قانون به این میگیم طفل، و این طفل قرار براش نباید صادر بشه، باید سپرده بشه به دست والدینش. و اگر والدینی نداره، خب اون سرپرست های قانونی یا اون اشخاصی که بر کیفیت صلاح و مصلحت بدونیم. خب در صورت ضرورت عقص کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امکان پذیر است. قبلش گفتیم نیست. در صورت عجز از معرفی کفیل بالای 15 سال تا 18 سال یا ایده و وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده 238 این قانون قرار نگهداری موقت آنها را در کانون اصلاح و تربیت در نظر بگیره. ماده 237 خیلی این بخش خوشبختانه داره کمک میکنه. پس تا 15 سال رو اسمش گذاشتیم طفل، هیچ قراری راجبش نباید صادر بشه چون میگیم ممیز نیست، به قول خودمون عقلش نمیرسه، اینو میسپریمش برای تربیتش دست خانوادش. بالای 15 سال تا 18 سال رو چون نوجوانن، اگر تو بندای عمومی بریم آسیب پذیرن دیگه. پسر بچه مثلا 15 ساله بفرستی توی زندانی که بزرگ سالا هستن یا رو اعدامیه، خب این بچه آسیب پذیره. اینو میبرن توی کانون اصلاح و تربیت، میگر در جرائمی که بازداشت موقت میشن اونا میبرن تو بند جوانان در زندان. پس در مورد تغییر مقدماتی راجع به طفل، خوشبختانه راجع به کودکان، اطفال، این تقسیم بندی خوبی که من خودم امروز متوجه
این ظرافت شدم این مادر نخونده بودم قانونگذار تا 15 سال رو طفل میدونه و قرار براش صادر نمیشه بالای 15 سال تا 18 سال رو نوجوان میدونه و اگر منجر به زندانی شد میفرستش به قانون اصلاح و تربیت.